بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین. اللهم لن اول ظالم ان ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له علی ذلک. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أيام شهادت وسوگواری سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام است. مصیبت سید الشهدا مصیبتی است که بر قلب هستی، بر مجموعه آفرینش اثر گذاشته و همه را به سوی مصیبت عظمای خود نشانده است. مصیبت سید الشهدا مصیبتی است که انبیاء مرسل، انبیاء مقرب الهی، ملائکه مقرب الهی را به اندوه نشانده. مصیبتی که در عالم امکان به حسب مکانها، زمانها، تعداد و شمارش اونها افزون از توصیف است. مفضل روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل می فرماید که حضرت فرمود مفضل مفضل تجلسون و تحدثون، آیا می نشینید؟ آیا حدیث ما رو بازگو می نمایید؟ از کردم آری یا ابن رسول الله، فدای شما شوم. ما مجلس می گیریم، ذکر مصیبت می کنیم، مدح و ثنای شما می کنیم، امر شما رو زنده می کنیم. امام صادق فرمود مفضل، مجالس شما رو من دوست می دارم، زنده کنید امر ما را. احیا و امرنا، امر ما، حدیث ما، مصائب ما، ولایت ما رو زنده کنید، علوم ما رو زنده کنید. احیا و امرنا، فرحم الله من احیا امرنا. خدای عزوجل مورد ترحم قرار می دهد کسی را که امر ما را احیا نماید. فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب. اگر فضیل کسی ما را یاد کند یا ما نزد او یاد شویم، یعنی دیگری ما را پیش او یاد کند، و اون شخص از چشمان او به مقدار پر پشه یا بال مگس اشک از چشم او خارج شود، خدای عزوجل گناهان او را می بخشد. فخرج من عینه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت اکثر من زبد البحر، ولو آنکه گناهان او به اندازه کفی باشد که در کنار ساحل و دریا آشکار می گردد. خلاصه کلام، اقامه مجلس مصیبت بر مصائب خاندان عصمت و طهارت، خصوصا آقا سید الشهدا، امریست مطلوب، مورد توجه، مورد سفارش از ائمه معصومین، حضراتی که سفارش فرمودن اقامه مجلس کنید. فرمود شیعیان ما کسانی هستند، شرکونا فی المصیبه بطول الحزن و الحسره، همیشه بر مصائب ما اندوهناکند، قصه دارند، اقامه مجلس ما اهل بیتون میکنند. توی حدیث دیگه فرمود شیعتون آمنا
خلقو من فاضل تینتنا اجنو به ما ولایتنا از او بنا ائمه رزینا به هم شیعه تا اونجایی که فرمود یفرههم فرهنا و یحزنهم حزننا، در خوشحالی ما مسرورند و در هنگامی که ما محزون هستیم قصه دارند. این ویژگی ممتازه شیعیان و دوستان اون خاندان عصمت و طهارت است که در این ایام مصیبت محرم و عاشورا تا روز عاشورا قصه دارند. توی روایت امام رضا فرمود پدر من موسی بن جعفر سلام الله علیه اول محرم که میشد قصه دار بود، روز عاشورا روز حزن و غم و اندوه پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه بود، که انشاءالله در آینده آداب قصه دار بر سید الشهدا علیه السلام رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. اون چه که حائز اهمیت است اقامه مجلس برای سید الشهدا علیه السلام است. اساسا مجلس ولایت، مجلس ذکر اهل بیت شفا از همه امراض روحی و جسمانی است. ذکرنا شفاء من الاسقام، ذکرنا ذکر الله، ذکر اهل بیت ذکر خداست، ذکر امیر مؤمنان ذکر خداست، ذکر ولایت اون بزرگوارا، مصائب اون بزرگوارها، احیاء امر اونهاست، احیاء آثار همه انبیا و خاتم انبیاست. لذاس فرمود ما من قوم اجتمعوا فی مجلس لم یذکروا الله ولم یصلوا، کسانی نیستند که مجلسی برقرار بشود و در آن مجلس ننشینند و سخنی از ذکر ما و ذکر خدا نگویند، صلوات بر خاندان عصمت و طهارت نمیفرستند مگر آن که اون مجلس برای آنها حسرت خواهد بود. تو مجلسی که در اون مجلس ذکر علی و اولاد علی و سید الشهدا و مصائب سید الشهدا شود، مجلس انسی، مجلس عیشی است برای شیعه و محب امام حسین و امیر مؤمنان، مجلسی است که ملائکه الهی را مسرور می کند، از آسمان ها فرود می آیند، در اون مجلس اترگین به آسمان پرواز میکنن، به گونه ای که ملائکه دیگه میگن شما کجا بودین که انقدر بوی خوش دارید، منتقل میشوند در اون مجلس و وقتی افراد متفرق شده باشن خودشون رو میمالن به اون جایی که در اون مجلس مؤمنینی نشسته باشند که ذکر امیر مؤمنان و ذکر سید الشهدا و اهل بیت رو در اون مجلس کرده باشند. خلاصه مجالس ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام مجلسی است که مورد سفارش حضرات معصومین علیهم السلام می باشد. من به عنوان این که چکیده و خلاصه مجموعه مجالس رو عرض بکنم، یه اشاره و عرض میکنم یه مقدمه‌ای باشه برای خواص مجالس مصیبت سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و سلام. به حسب روایات برداشت میشود که مجالسی که منعقد شده است برای سید الشهدا علیه السلام به پنج قسم میشه تقسیمش کرد. یک سری مجالس برای سید الشهدا علیه السلام گرفته شد پیش از آن که خدای عزوجل آدم ابوالبشر رو بیافرینه و به زمین منتقل کند. مجالسی گرفته شد در کنار عرش خدا در بهشت برین. مجالسی گرفته شد در اون جاهایی که ابدا اثری از خلق وجود نداشت. در روایتی آقا امام جواد الائمه سلام الله علیه می فرماید اول ما جرى اللوح على القلم قتل الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اول چیزی رو که قلم بنا شد بنویسد بر لوح شهادت سید الشهدا
ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود که مجرای اولیه او، جریان اولیه او که قلم را به عزا نشاند، لوح و قلم صورت مصیبت به خود گرفتند، در ابتداء تقدیر و نوشتن مقدرات خلق بود، در اونجا جایگاه مصائب سید الشهدا، حزن و غمی که قلم گرفت در اونجا. یاد حدیثی افتادم که در اون حدیث وقتی سخن از آفرینش نورانی پیغمبر شد، وقتی خدای عزوجل برای قلم ذکر فضل نورانیت آقا رسول الله رو مطرح کرد، در اونجا دارد که قلم شوق و ولهی در خود یافت و گفت پروردگارا این شوق و شعف از چیست؟ فرمود تا وقتی نام این محمد را آوردی شوق و شعفی در من ایجاد شد. قلم اگر برای نام رسول الله شعف به خود میگیرد، برای نوشتن مصیبت سید الشهدا یقینا محزون میشود، جای تردید در اینجا نخواهد بود. اول ما جرى اللوح على القلم قتل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. به دنبال این جایگاه دیگری رو باید اینجا پیدا کرد. در خود بهشت وقتی روزخان مصیبت سید الشهدا جبرئیل باشد، شنونده او حورالعین باشند، در اونجا چه جایگاهی خواهد بود؟ هنوز آدم هم آفریده نشده است. بیان و تبیین مجالسی که در عرش و کنار عرش و با خط نورانی بنویسد ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، و اینکه عرش چه مقدار از نور فروزنده سرخ سید الشهدا در کنار عرش خود جلوه نورانیت بگیرد، این خود نیاز به بررسی فراوانی است. پس از تنزل نور سید الشهدا علیه السلام در طبقات آسمان ها، طی تنزل به بیت معمور و از بیت معمور به آسمان دنیا، پس از آن که حضرت آدم از بهشت خارج شد و خمیره او، طینت و گل او از این زمین ساخته شد و بنا شد که ظرف انتقال نور سید الشهدا علیه السلام در پشت او، سپس به پیشانی او، بعد در انگشت شست او قرار بگیرد، اونجا احساس حزن و غم بر اون حقیقت نورانی سید الشهدا در حضرت آدم هویدا می‌گردد. اونجاست که سخن از آدم و مصیبت سید الشهدا و این کیست، که این خود نیاز به بررسی فراوان است که در آینده به اون خواهیم پرداخت. پس مجالسی که با آفرینش حضرت آدم در انگشت او و در میان اوصیاء او و امت او بازگو شده است، میان اون علومی است که یکایک انبیا این رو به هم منتقل کردن تا رسید به زمان آقا رسول الله. وقتی زمان پیغمبر رسید، این مصیبت به طور آشکارا قبل از آفرینش آقا ابا عبدالله علیه السلام تأثیر به سزا در وجود نازنین آقا رسول الله گذارد. وقتی که به دنیا آمد، فرزندش رو در بغل گرفت، عضو عضو پیکر او را بوسید، بویید، و از همونجا سخن از شهادت مظلومانه سید الشهدا به میان آورد. این مصیبت، مصیبت عظمایی است که سخن گفتن در این جایگاه ها هر یک نیاز به تفصیل فراوان است که چه مصیبت عظمایی بود که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها
حامله شدند به این حقیقت نورانیه ابا عبدالله الحسین، از همون حین ولادت مصیبت عظمای سید شهدا در وجود ایشان اثر گذاشت که قرآن می فرماید حملت و امه کرهن و وضعت و کرها، حمل او به زحمت و سختی به اکراه و وضع حمل او نیز این چنین بازگو شده است که انشاءالله به اون به طور تفصیل خواهیم پرداخت. خلاصه مجالسی که از مبدأ آفرینش از خود خدا به بعد تا انقراض عالم و قیامت بر ذره ذره موجودات اثر گذاشته است، به حسب مکانها و زمانها و تعداد گسترده و فراوان است. اما سخن ما در ارتباط به مجالسی است که پس از شهادت سید الشهدا در عالم امکان تحقق یافته است، که مجالس فراوان، انواعش گوناگون، عزاداری ها مختلف، نحوه عزاداری ها مختلف و همه و همه محکم و متقن و استوار بر پایه زبان وحی آقا رسول الله و یکایک حضرات معصومین مبرهن شده است، که اونهایی که طالب یافتن مطالب هستند مراجعه کنند به کتابهایی که در این زمینه بزرگان دین نوشتند. مجالسی که تا قیامت برقرار هست منجر می شود به عرصه قیامت، اون وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها از قبر بیرون میان و بالای سر قبر سید الشهدا سلام الله علیها علیه اجلال نزول می کنند و قبر شکافته می شود، بدن آشکار می شود در حالی که سر در بدن ندارد و عرصه قیامت را به ولوله و شهقه و صیحه و مصیبت وامی دارد که اهل قیامت بر مصیبت بزرگ سید الشهدا به اندوه و حزن و غم مبتلا می شوند. حالا خواص این مجالس چیست که انشاءالله در مجالس متعدد پیرامون او سخن خواهیم گفت. بعضی از خواص مجلس سید الشهدا رو ما بهش اشاره کنیم به مقداری که وقت به ما مجال می دهد. از خواص مجالس سید الشهدا علیه السلام یکیش اینه که قلب انسان نمی میرد. من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، کسی که در مجلسی بنشیند که در اون مجلس امر ما زنده شود قلب او نخواهد مرد، چرا که اون مجلس مجلس احیاء همه انبیاست، اون مجلس مجلس احیاء آثار و علوم و ولایت انبیاء و اولیاء و اوصیا، خصوصا خاتم انبیاء خاتم اوصیاست. اون مجلس روح زنده می شود، انسان جان تازه می گیرد. مجلسی است که در اون مجلس ذکر اهل بیت در او خواهد شد. لذا در روایت می فرماید اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت می نشیند آقا سید الشهدا می نشیند در سایه عرش خدا، زوار و شیعیانش رو که گریه کننده بر مصیبت او هستند اونها رو جمع می کند تا از اون کرامات، از اون یاری ها، از اون مسرت ها، از اون بهجت هایی که خدای عز و جل به شیعیان امیر مؤمنان عطا فرموده است ببینن، به حدی که کسی نمیداند مگر خدای عزوجل. مجلس عزای سید الشهدا و اقامه مصیبت اون حضرت محبوب همه حضرات معصومینه، همه دوست دارن اون مجلس رو. مجلسی که تو اون مجلس ذکر اهل بیت می شود، ذکر مصیبت سید الشهدا می شود، اون مجلس رو حضرات معصومین
دوست دارند. لذا در روایتی دارد که سید الشهدا در طرف راست عرش خدا پس از شهادت خودش به آنجا منتقل می شود، در اونجا می نشیند، از اونجا نگاه می کند به لشکرگاهش، از اونجا نگاه می کند به مجالسی که در روی زمین برای او برقرار می شود، از اونجاست که می خواهد و به پدر خود خطاب می کند: پدر جان تو دعا کن برای شیعیان و دوستان من در اون مجالس. اون مجالس محل نگاه سید شهداست، محبوب ائمه معصومین است. لذا در روایت در من عطا شوقا اله، کسی که به زیارت سید شهدا برود به عنوان میل به او، میل به رسول خدا، دوستی رسول خدا و حضرت زهرا و امیر مؤمنان، خدای عز و جل او را می نشاند بر میوه های بهشتی. اونجا جایگاه نگاه سید الشهدا است. خدای عز و جل قبه ای برای سید الشهدا در اونجا به پا داشته است و از نور که در اون قبه، از نور یا از خانه ایست، خیمه ایست از یاقوت سرخ که او زینت شده است به جوهر و طلا، آنجا سید الشهدا نشسته است بر اون سریر. 70,000 قبه سبز بر اونجا آویختن، مؤمنین اونجا میرن زیارت سید الشهدا. لذا مجلس سید الشهدا بهترین مجالس، معراجی است برای کسی که دنبال تقرب و قرب به خداست. معراج گریه کنه، معراج کسی است که بر مصائب اون حضرت گریه میکنه. ازا پیغمبر فرمود صلی الله علی الباکین علی الحسین، درود خدا بر گریه کنان بر سید الشهدا ابی عبدالله علیه السلام. باید گفت بهترین مجلس برای گریه کن سید الشهدا مجلسی است که در کنار عرش خدا شیعیان وقتی به بهشت میروند بالاترین پاداش برای گریه کن سید الشهدا اینه که هم سخن با سید الشهدا و هم مجلس با او خواهند شد، سر سفره او میهمان اون حضرتن. یوم القیامه یجلسون عند الحسین فیلتزون من حدیث، از احادیث سید الشهدا لذت میبرن و یتمنون ان لا یکون لهم الا النظر والاستماع حدیث الحسین. آرزوشون اینه که جز این خدا بهشون نده که سر سفره و جایی بنشینن که سید الشهدا هم کلام با اونها، سخنگوی برای اونها باشد. خدای عز و جل ما رو از کسانی قرار بدهد که محدثت الحسین علیه السلام بشیم و در این ایام محرم عاشورا با ذکر مصائب اون بزرگوارها خودمونو عرش نشین کنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.